بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. مهاجرت‌های مرگبار افغانستانی‌ها. بیش از 1000 شهروند افغانستان در سال گذشته در جریان مهاجرت جان باختند. پایان نشست ادبی چند زبانه در کشمیر با موضوع شاعر حسینی. بیش از 560 فلسطینی در پناهگاه‌های سازمان ملل کشته شدند. و کشف اکسیژن تاریک در اعماق اقیانوس. وقت شما بخیر. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته است. این سازمان در گزارش سالانه اش که از ژانویه 2023 تا دسامبر همین سال را پوشش داده گفته که در کل شمار افرادی که در جریان مهاجرت به یک کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست داده‌اند بیشتر از هر سال دیگری پس از 2014 بوده است. به گفته IOM 1568 تن در کشورهای آسیای پاسیفیک در راه مهاجرت در سال 2023 یا جان باختند یا ناپدید شدند که افغانستان با داشتن 1078 نفر از آنان دارای بیشترین تلفات و میانمار با داشتن 436 نفر تلفات پس از آن قرار داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد افراد جان باخته و ناپدید شده در سال 2022 در مسیر مهاجرت را 1183 تن گفته است. این سازمان در این گزارش همچنین گفته که افغانی ها بیشترین تلفات را در مسیر زمینی بین افغانستان و ایران داشتند. این سازمان جنسیت و گروه سنی 73 درصد از این جان باختگان را مشخص ساخته که 80 درصدشان مردان، 10 درصد این قربانیان زنان و 10 درصد دیگر هم کودکان بودند. گفتنی است پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر موج مهاجرت غیرقانونی افغانی ها به کشورهای مختلف افزایش یافت. عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای اسماعیلی سلام و عرض ادب. سلام به شما و عرض شما بخیر. زنده باشید. جناب اسماعیلی، سازمان بین المللی مهاجرت میگوید افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار داره که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته. تحلیل شما را در این زمینه میشنویم. بفرمایید. خدمت شما عرض شود که پدیده مهاجرت یک پدیده جهانی است که از همه مردم دنیا را شامل میشن و در سراسر دنیا این اتفاق میفته و صدها سال از بعد به پیدایش آنهای عدی بالاخره همین پدیده مهاجرت وجود داشته و این پدیده همچنان ادامه داره و دلایل مختلف داشته، بالاخره علتهای مختلفی داشته، عوامل مختلفی داشته در کشور. اما پدیده مهاجرت در افغانستان متاسفانه در نیم قرن اخیر یک پدیده بودن که جبران اتفاق افتاده و دلیلش هم وجود جنگ های متعدد در سالهای پسین بوده. اما در این اواخر که تعداد مهاجرین افغانستان زیاد شده و گسترش پیدا کردن و مجبور شدن که خانه و پاشانه و وطنشان رو ترک بکنن و از راه های سال خطرناک
خودشان را به جاهای امن برسانند. دلیلش همین موجودیت جنگ ها بودن، مخصوصا بعد از اینکه در آگست 2021 طالبان دوباره به قدرت رسیدن و زندگی را بر مردم افغانستان سخت کردن و مردم را از زندگی محروم کردن و فعلا افغانستان تبدیل شده به یک زندان روبازی بسیار بزرگ در جهان و مردم ناچارند به خاطر که از این زندان رهایی پیدا بکنند و بتوانند برای خود و برای آیندهشان یک امید را خلق بکنند و بتوانند چند روزی را زندگی کنند، مجبور میشن که کشور را سر و سامان آور ترک بکنند. و این مسئله باعث شده که در مسیرهای مختلف، چون از راههای غیر قانونی و بسیار دشوارگذر اینها میخواهند خود را به کشورهای امن برسانند، دچار تلفات بسیار سنگین شدند که ما شاهدشان در همه مرزهای، چه مرزهای اروپایی و چه مرزهای کشورهای همسایه ما شاهدشان هستیم. و این اتفاق متاسفانه بعد از روی کار آمدن طالبان چندین برابر شده است. بله، ممنونم. با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه محیط تاریخی اسکاتلند پیشنهاد کرده است که مسجد مرکزی گلاسکو، یکی از اولین مساجد هدفمند در اسکاتلند، در رده ممتاز بناهای تاریخی قرار می گیرد. گفتنی است مسجد مرکزی گلاسکو ساخته شده در سالهای 1979 الی 1984 نمونه برجسته ای از طراحی مسجد هدفمند در اسکاتلند و نمونه قابل توجهی از استفاده از سبک معماری پست مدرن است. این اولین بنای مسجدی است که بر اساس سنت‌های معماری اسلامی در کشور اسکاتلند طراحی شده است و شامل حیات و باغی است که به جذابیت معماری آن می‌افزاید. بیش از 844 هزار نفر در فیلیپین تحت تأثیر باران‌های شدید و سیلاسا که 10 روز پیش در جزایر مینداناو و لوزون رخ داد آسیب دیدند. بارندگی شدید مداوم که از 7 ژوئیه آغاز شد باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در روستاهای کم ارتفاع شده است. تا کنون مقامات محلی تایید کردند که 8 نفر جان باختند، 21 نفر مجروح شدند و 2 نفر دیگر مفقود شدند. و خبری از کشور آفریقایی لیبی. اداره کنترل مهاجرت غیرقانونی لیبی روز گذشته بیش از 700 مهاجر غیرقانونی را به کشورهای خود یعنی نیجر و مصر اخراج کرد. از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011، ناامنی و هرج و مرج در لیبی باعث شده است که بسیاری از مهاجران عمدتا آفریقایی تلاش کنند تا از دریای مدیترانه عبور کرده و به سواحل اروپا برسند. در همین راستا عماد الطرابلسی، وزیر کشور لیبی، در اوایل ماه جولای گفت که تعداد اتباع خارجی در حال حاضر در لیبی حدود 2.5 میلیون نفر است که اکثر آنها بدون ویزا از مرزهای لیبی عبور کردند. واژگونی قایق مهاجران جان بیش از 10 مهاجر آفریقایی را گرفت و بیش از 150 نفر مفقود شدند. به گفته یک سازمان بین المللی مهاجرت IOM، پس از واژگونی قایق مهاجران در سواحل موریتانی که در مسیر اروپا در حرکت بودند، 15 مهاجر جان خود را از دست دادند و دست کم 150 نفر مفقود شدند. گفتنی است از 300 مهاجری که در قایق بودند، 120 نفر توسط گارد ساحلی موریتانی نجات یافتند. و خبری از ایران. امین افشار، رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، از فوت 3 بیمار هموفیلی از ابتدای امسال تا کنون خبر داد و گفت که هر 3 این بیماران به دلیل کمبود دارو جان خود را از دست دادند.
وی در ادامه گفت کمبودهای دارویی که تاکنون در شهرستان‌ها شاهد بودیم حالا به تهران رسیده است. افشار با تأکید بر اینکه بیماران هموفیلی بدون دسترسی به دارو نمی‌توانند زندگی معمولی داشته باشند گفت نخستین وظیفه رئیس جمهور جبران کمبودهای دارویی است. یک مطالعه جدید شواهدی ارائه کرده است که نشان می‌دهد فعالیت‌های انسانی بارندگی جهانی را در قرن گذشته بی‌ثبات‌تر کرده است. این مطالعه افزایش سیستماتیک تغییرپذیری بارندگی را از دهه 1900 نشان می‌دهد که از مقیاس جهانی تا منطقه‌ای و از مقیاس‌های زمانی، روزانه تا درون فصلی را شامل می‌شود. محققان همچنین دریافتند که تغییرات روزانه بارندگی جهانی 1.2% در هر دهه افزایش یافته است. گوگل ادعا کرده است که تقریباً 2/3 مشاغل بریتانیا را میتوان با هوش مصنوعی تقویت کرد و تنها بخش کوچکی در معرض خطر است و به طور کامل هضم میشود. به گفته این شرکت به جای نگرانی در مورد از دست دادن مشاغل ناشی از هوش مصنوعی تمرکز باید روی پشتیبانی از میلیون ها بریتانیایی باشد که می توانند به روش های هوشمندانه تر و سریع تر با فناوری هوش مصنوعی کار کنند. بر اساس تحقیقات اندیشکده پابلیک فست به سفارش گوگل 61% از مشاغل بریتانیا با هوش مصنوعی به طور اساسی تغییر خواهند کرد. با حضور چهره‌های برجسته ادبی و سیاسی در منطقه کشمیر، نشست چند زبانه ادبی با موضوع شاعر حسینی به پایان رسید. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سه‌شنبه هفته گذشته نشست ادبی چند زبانه با موضوع شاعر حسینی به همت فرهنگستان هنر، فرهنگ و زبان لاداخ در شهر کارگیل کشمیر با هدف گرامی داشت شهادت سبط پیامبر اکرم حضرت امام حسین علیه السلام به پایان رسید. مهمانان اصلی این مراسم نماینده پارلمان و مشاور برجسته هندی ناصر حسین منشی به همراه نویسنده دیگر هندی و برنده جایزه بین المللی جشنواره بین المللی شعر پادما اصغر علی بشارت و همچنین رئیس شورای علمای شیعه در اروپا محقق پاکستانی آقا سید رضای رضوی و تعدادی از مشهورترین روحانیون، ادیبان و نویسندگان شبه قاره هند بودند. این نشست شعر به همت جمعی از شاعران ارشد منطقه در حالی برگزار شد که در دومین روز آن از 20 شعر با محوریت تجلیل از ایثارگری‌های شهدای کربلا و تفکر و منش حسینی و فلسفه شهادت قرائت شد. ناصر حسین منشی در سخنان خود در این مراسم با بیان اینکه این نشست سرشار از احساس و ماتم به یاد حضرت سیدالشهدا علیه السلام برگزار شده، نقش آکادمی فرهنگ و هنر لاداخ را در برگزاری چنین رویدادهایی ستود. وی تأکید کرد که پیام و فداکاری امام حسین علیه السلام به تمام نقاط جهان فارغ از دین، جامعه و عقیده رسیده است و شاعران برجسته یاد و خاطره سبط رسول خدا صلی الله علیه و آله را گرامی می‌دارند و این جلسه شعر هم در این راستا تجربه شگفت‌انگیزی بود. این سیاستمدار برجسته هندی در پایان سخنان خود گفت کربلا به مانند جایگاه و نهادی است که در آن می توانیم یاد بگیریم که چگونه استانداردهای جامعه متمدن را ارتقا دهیم، چگونه مفهوم عدالت را پاس بداریم و قاطعانه در برابر ظالمان بایستیم و برای حمایت از کارهای خیر فداکاری کنیم. این همان نهادی است که مهاتما گاندی را برانگیخت تا انقلاب نمک را به راه بیندازد. گفتنی است که بیش از 50 شاعر بزرگ از سراسر منطقه در این رویداد ادبی بزرگ شرکت داشتند که به نمایندگی از زبان‌های مختلف و آثار خود
در این همایش حضور یافتند. یک مقام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی میگوید تنها در دو هفته گذشته 8 مدرسه آنوروا که همگی در پناهگاه‌های آوارگان خدمت می‌کنند مورد حمله قرار گرفتند. آخرین وضعیت اسفبار نوار غزه را در گزارشی که همکارم تهیه کرده با هم می‌بینیم. آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک آنروا طی بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تأکید کرد که از هر 10 نفر در نوار غزه با جمعیت تقریبی 2.3 میلیون نفر 9 نفر به اجبار آواره شدند. در این بیانیه تأکید شده است که هیچ جای نوار غزه امن نیست و مردم این منطقه جایی برای رفتن ندارند. بر اساس این بیانیه، فلسطینی‌های آواره شده سعی می‌کنند در مکان‌هایی که می‌توانند پیدا کنند، از جمله مدارس، ساختمان‌های فروریخته، چادرهای موقتی که روی شن‌ها و حتی در کنار انبوه زباله‌ها تأسیس شده‌اند، پناه بگیرند. هلال احمر فلسطین طی بیانیه اعلام کرد که در منطقه المواسی که اسرائیل ادعا می‌کند امن است و فلسطینی‌های آواره نوار غزه در آن پناه گرفته‌اند، حتی برای یک چادر هم جا نمانده است. آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل آنروا همچنین اعلام کرد بسیاری از مدارس ما تخریب شدند و دیگر نمیتوان از آنها به عنوان مدرسه استفاده کرد. این آژانس تأکید کرد تنها در دو هفته گذشته 8 مدرسه آنروا که به عنوان پناهگاه به آوارگان فلسطینی خدمت میکردند مورد حمله قرار گرفتند. آنتونیا ماری دیمیو، معاون کمیسر کل آنروا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت دفتر مرکزی و دفاتر ما در غزه تخریب شده است. بیش از 560 آواره، از جمله بسیاری از زنان و کودکان، در حالی که زیر پرچم سازمان ملل پناه گرفته بودند، کشته شدند. وی افزود، زنان، کودکان، روزنامه‌نگاران و کارکنان، همگی همچنان بهای غم‌انگیزی را پرداخت می‌کنند. دیمیو تأکید کرد آنروا نیز از این قاعده مستثنا نیست. 199 همکار ما تا کنون کشته شدند و خانواده تعداد زیادی از آنها نیز جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات بهداشتی غزه، نزدیک به 39200 فلسطینی از 7 اکتبر 2023 تا کنون به شهادت رسیدند که اکثر آنها زن و کودک هستند. به دلیل حملات اسرائیل از 7 اکتبر اکثریت مردم نوار غزه بارها به اجبار آواره شدند. به دلیل کوچ اجباری که به روال عادی غزه تبدیل شده است، غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در شرایط سخت تلاش می کنند تا زندگی خود را حفظ کنند. پژوهشگران در عمق 4000 متری اقیانوس منبع جدید از اکسیژن کشف کردند که میتواند نظریات درباره منشأ حیات روی زمین را دگرگون کند. دانشمندان نام این پدیده را اکسیژن تاریک گذاشتند. به گزارش همکارم در رابطه با این اکتشاف تازه توجه فرمایید. دانشمندان 11 سال پس از نخستین مشاهده کشف کردند که اکسیژن تاریک در اعماق اقیانوس و آنطور که به نظر می رسد تحت تأثیر توده های فلزی در بستر دریا تولید می شود. حدود نیمی از اکسیژنی که تنفس می کنیم در اقیانوس ها تولید می شود. پیش از کشف اخیر دانشمندان بر این باور بودند که این اکسیژن بر اثر فتوسنتز گیاهان دریایی تولید می شود که وابسته به نور خورشید است. اما حالا دانشمندان کشف کردند که اکسیژن در عمق 5 کیلومتری از سطح دریا و در تاریکی مطلق بر اثر الکترولیز میان قلب سنگ‌های فلزی که آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می‌کنند هم تولید می‌شود. فرایند به وجود آمدن این گره‌ها که حاوی عناصر فلزی هستند میلیون‌ها سال به طول می‌انجامد. دانشمندان میگویند این قلب سنگ ها که حاوی فلزاتی مانند لیتیوم، کوبالت و مس هستند میتوانند با تولید جریان الکتریکی کافی
برای تجزیه یا الکترولیز مولکول‌های آب دریا اکسیژن مولکولی را آزاد کند. این کشف نتیجه یک مأموریت تحقیقاتی در سال 2013 است که هدف آن بررسی میزان مصرف اکسیژن از سوی موجودات کف دریا بود. محققان با استفاده از دستگاه‌های خاصی به نام فرودگر، سکوهای مکانیکی که می‌توانند آزادانه به کف دریا سقوط کنند، سطح اکسیژن را در اعماق 4000 متری اندازه‌گیری کردند. اگرچه این یافته‌ها باید از سوی آزمایش‌های مستقل دیگر تأیید شوند، اما این تحقیقات نشان می‌دهند برخی مواد معدنی می‌توانند بدون نیاز به نور خورشید اکسیژن تولید کنند. دکتر نیکونز، مدیر انجمن علوم دریایی اسکاتلند گفت: کشف منبع دیگری از اکسیژن در سیاره ما غیر از فتوسنتز پیامدهای بسیاری دارد. این کشف همچنین بر اهمیت حفاظت از محیط زیستهایی که اکسیژن تولید می کنند تأکید می کند. دانشمندان هشدار دادند که باید در مورد استخراج معادن از اعماق اقیانوس با دقت بیشتری فکر و عمل کرد، زیرا به احتمال زیاد این فرایند اکسیژن مورد نیاز اکوسیستم های موجود در اعماق اقیانوس را تأمین می کند. این کشف می تواند افق‌های جدیدی را نیز در جستجوی حیات در سایر سیارات بگشاید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مهاجرت‌های مرگبار افغانستانی‌ها. بیش از 1000 شهروند افغانستان در سال گذشته در جریان مهاجرت جان باختند. پایان نشست ادبی چند زبانه در کشمیر با موضوع شاعر حسینی. بیش از 560 فلسطینی در پناهگاه‌های سازمان ملل کشته شدند. و کشف اکسیژن تاریک در اعماق اقیانوس. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.